گاندوها بیشتر وقت خود را در آب می‌گذرانند و در خشکی هم فاصله زیادی از آب نمی‌گیرند. پوست زخیم و برجسته این حیوان بزرگترین دشمن او محسوب می‌شود، چرا که به خاطر چرم مرغوب و پرارزشی که از پوست آن تهیه می‌شود، مورد شکار سوجویان قرار می‌گیرد. شکار بی‌رویه‌ای که نسل این جاندار را تا چند سال پیش به آستانه انقراض کشیده بود. منطقه گاندو امروز جز مناطق حفاظت شده یک کشور محسوب شده و تلاش محیط‌بانان پرتلاش برای حفظ بقای این گونه نادر جانوری ادامه دارد. دندان‌های گاندو که در دل هر جانداری هراس می‌اندازد، اصلی ترین وسیله تهاجمی این جانور محسوب می‌شود. به غیر از استراحت و گرفتن حمام آفتاب، در حاشیه برکه ها شکار اصلی ترین طریقه گذراندن اوقات گاندو هاست. این بار بخت با بزیار است، چون به هر دلیل تمساح از شکار صرف نظر می کند. شاید لقمه را بزرگتر از دهان خود می بیند یا دلیل دیگر. دام‌های کوچک و پرندگان آبزی همواره در خطر هجوم گاندوها قرار دارند، مانند این مرغابی بخت برگشته. تمساح جوان و کم تجربه شکار را از دست می‌دهد، اما فرصت شکار برای گاندوی بزرگتر باقی است. تمساح شکار خود را فوراً نمی‌بلعد، بلکه گاهی تا یک شبانه روز آن را در دهان خود نگه می‌دارد تا گوشت به سادگی از هم جدا شود و از هم دریدن و بلعیدن را آسان‌تر کند. در دل یک شب تابستانی، بارانی آرام در منطقه گاندو باریدن می‌گیرد. باران موسمی تابستانی که از پدیده جوی مانسون ناشی می شود، ناگهان شدت می گیرد. باران های موسمی تابستانی عموماً سیل‌آسا و غافلگیر کننده هستند.